به نظرتون توی بازی فردا رئال مادرید میتونه کامبک بزنه یا نه؟ سلام و خوش اومدیم به یک ویدیو جدید. توی این ویدیو قراره که با هم دیگه بریم پنالتی کشی کنیم بین پاریس سن ژرمن و رئال مادرید که فردا 18 اسفند ساعت 11 و نیم شب دور برگشت بازیاشون اجرا میشه، که دور رفت متاسفانه دیدیم که پاریس سن ژرمن با یک گل کلیان امباپه تونستش رئال مادرید رو ببره. اما این دفعه ما طرفدار رئال مادرید هستیم و قراره که با رئال مادرید پنالتی بزنیم. حتما رئال باید یک گل بزنه و هیچی نخوره تا بازی تازه مساوی بشه. همونجوری که نمیدونم میدونید یا نمیدونید، امتیاز زمین هم حذف شده و این به معنی اینه که رئال اگه میخواد ببره باید حتما دو تا گل بزنه و هیچی نخوره. پس سریع بریم سراغ پنالتی کشی. و همینجوری که نمیدونم میشنوید یا نمیشنوید، صدای تماشاگرا بسیار بالاه و من دارم کر میشم، الان تو استودیوم هستم. همینجوری که دارین میبینید یا نمیبینید، میبینید دیگه، نمیبینید چیه؟ پی اس جی کلی از بازیکنای پنالتی زنده خفنش رو که نیمار و مسی توی 1 و 2 هستن، یعنی پنالتی اول و دوم میزنن که خیلی پنالتیشون دیگه نهایت پنالتی عالی رو میزنن. اما این سمت من توی جریان بازی متاسفانه ما کریم بنزما رو از دست دادیم. نمیدونم که در جریان بازی که قرار فردم ایجاد بشه کریم بنزما میره بیرون یا که نه. اما هر جور که شده هازارد اولین پنالتی ما رو میزنه، بیل دومی پنالتی، سومی کروس، چهارمی آلابا و پنجمی و مودریچ میزنه که حالا نمیدونم به مودریچ میرسه یا نه. بنابر این ما بدون معطلی میریم سراغ خود پنالتی کشی. در پنالتی کشی نیمار میخواد اولین پنالتی رو بزنه، ما پنالتی رو باید بگیریم. اولین پنالتی رو مثل بازی اول نیستش که ما پنالتی رو میزدیم، ما باید پنالتی رو بگیریم. به نظرتون این بازی چند چند میشه؟ حتما داخل کامنت بنویسید که آیا رئال میتونه کامبک بزنه را یا نه. بریم سراغ پنالتی. ماشاءالله نیمار میخواد بزنه، کورتوا میگه سمت چپ بزن، حواسم باید جمع باشه. وای زد همونجا پدر سوخته. اما اشکال نداره، هیچ مشکلی نیستش. رئال مادرید 100% باید برگرده. ادن هازارد پشت تو قرار گرفته، بهتون میگم کدوم سمت بزنیم. آقا ما از سمت راست بدم زخم خوردیم، این دفعه میزنم این ور زمینی. اما ماشاءالله خیلی خوب زدم یا اول فصل. ماشاءالله توی دروازه. اینو میخوام. رئال همچنان یکی عقبه، درسته که یکی که، اما مثل جواد خیلی نمیدارم صحبت میکنم، اما چون یکی خورده بعد یکی بزنه تا مساوی بشه. وای چقدر قشنگ زد مسی، زد زیر تور بالا پدر سوخته. آقا این لفه با بیل بیاین بزنیم این وره نواس یا اول فضل. وای گرفت این. من باید خیلی حواسم رو جمع کنم که بتونم پنالتیشون رو بگیرم. فکر کنم پنالتی امباپه رو بگیرم. ماشاءالله کورتوا، گفتم تمرکز کنم میگیرم. آقا تمرکز کنم میگیرم. کروس، کروس این دفعه اینور. آقا این دفعه اینور یا اول فصل. پدر سوخته، خورد تیر، خورد تیر بعد برگشت. آقا دیماریا، دیماریا میخواد بزنه، میگیره کورتوا میگیره. آقا ما حتما باید اینو گل کنیم، حتما باید اینو گل کنیم. میزنم همین سمت انشالله که گل بشه یا اول فصل. حالا با گل میکنه، حالا با 100% گل میکنه. ماشاءالله بهت اعتقاد داشتم پسر، ماشاءالله کارو تموم کردی. این رو بگیریم خیالمون راحته، اینو بگیریم خیالمون راحته. اشرف حکیمی میزنه، کورتوا میگیره. اینه ماشاءالله کورتوا کامبکی زدیم توی پنالتی. اگه اینو گل کنیم یعنی خراب کردیم، اومدیم همه رو دروردش. کورتوا هر سه تا آخر پنالتی هاشون رو درورد. ماشاءالله مودریچ پشت توپ، صدای تماشاگرها خیلی باراسون آخر پشت دروازه دارن رقص میکنن. ما دوباره میزنیم همین سمت، سمت راست دروازه و چپ مودریچ یا اول فصل. درورد درورد، رفتیم راند دوی پنالتی کشی. اسکو نرو اونور. وای 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 گرفتیم، در عین ناباوری گرفتیم. یا امام هشتم، ببین خیلی، یعنی من چون میدونستم همیشه وقتی میری اون سمت بعد کورتوا رو نشون میده حساس این پنالتی، من دوباره میزنم همین سمت، انقدر میزنم همین سمت تا گل بخوری. آقا این نواس 100% این گل، آقا 100% این گل. ماشاءالله تغییرش کن، ماشاءالله رئال مادرید میبره پنالتی کشی، رئال مادرید میبره و تونستش که این بازی رو ببره. به نظرتون رئال مادرید میتونه کامبک بزنه تو بازی فردا یا نه؟ پیش بینیتون درست بوده یا نه؟ امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما حتما لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه. اگه دوست دارین پارت‌های بعدی در همچین چیزایی رو داشته باشین توی چمپیونز لیگ واسه منچستر یونایتد و حتی اتلتیکو هم داشته باشین تو کامنت‌ها هم بهم بگید. و فعلا تو ویدیوهای بعدی منم تا آخر ویدیو نگاه کردین راستی.